آقای علی احساسی، خیلی سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید امروز با همدیگه گفتگوی داشته باشیم. دلیل این گفتگوی این هستش که شما چند روز پیش یک نامه رسمی منتشر کردید، خطاب به مسئول و قاضی کمیسیون بررسی دخالت دولت‌های خارجی در روند انتخاباتی کانادا و همچنین نهادهای دموکراتیک کانادا. این نامه خب به هر حال در برخی از رسانه‌ها منتشر شد و سر صدا ایجاد کرد. ما می‌دونیم که راجع به دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی کانادا چند ماهی هستش که زیاد در محافل سیاسی کانادا صحبت میشه. میخواستم قبل از هر چیز شما توضیح بدید که محتوای این نامه‌ای که منتشر کردید چی هست؟ اولا اجازه بدین تشکر کنم ازتون برای دعوتی که کردین. بله، همونجوری که فرمودین نامه‌ای رو تهیه کردم، فرستادم به کمیسار مربوطه در این مورد و بعد توی تویتر و توی فیسبوک این نامه ای رو که فرستادم رو گذاشتم که هر کدوم از عزیزان بخوان نگاه کنن، بتونن خودشون مراجعه بکنن و بخونن. مسئله ای که هستش اینه که این کمیسار همونجور که میدونین 4-5 ماه پیش تأسیس شد، این کمیسیون به خصوص که در مورد تمام فوکس این کمیسیون به خصوص در این هستش که آیا کشورهای خارجی در انتخابات کانادا مداخله میکنن و یا در روند کاری انستیتوهای دموکراتیک کانادا، و این یک مسئله است که فراحزبی هستش. تمامی احزاب رضایت دادن که همچین کمیسیونی تشکیل بشه و رسیدگی بکنه و نگاه بکنه ببینه چه کشورهایی دارن در امور کانادا، در امور سیاسی کانادا سعی میکنن که مداخله کنن. ولی یه مقداری terms of reference که برای این کمیسار در نظر گرفتن یه مقداری مبهمه. در terms of reference که تمامی احزاب به این قاضی پیشین دادن میگه که باید در مورد فعالیت‌های چین، روسیه و کشورهای دیگه که شاید دارن مداخله میکنن این رو زیر ذره بین بذاره این کمیسار به خصوص. برای همین یه مقداری مبهمه که چه کشورهایی به غیر از چین و روسیه این کمیسر تصمیم بگیره که بهشون رجوع کنه و نگاه کنه ببینه آیا دخالتی بوده یا نه. 3 هفته پیش بعد از یه مقداری اتفاقات مختلف و درخواستای مختلف نهایتا این کمیسار تصمیم گرفت که هند رو هم به این فهرست اضافه بکنه. من فکر کردم که واقعا بجاست که در همچین زمانی که هنوز این کمیسار فرصت داره که در نظر بگیره چه کشورهایی رو زیر ذره بین میذاره، از این فرصت استفاده بکنم و این نامه رو بنویسم و از ایشون محترمانه درخواست بکنم که ایران رو هم در این فهرست بگنجونم. به چه دلیل شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی هم در روند انتخاباتی کانادا تا به حال دخالت داشته یا تلاش میکنه که از این به بعد هم در روند انتخاباتی و هم در نهایت در نهادهای دموکراتیک کانادا بتونه مداخله بکنه؟ و آیا شواهدی وجود داره؟ آیا شما حس کردید که نمونه هایی وجود داشته قبلا که بخواد این کار رو بخواد بکنه؟ و اصولا به چه ترتیبی قرار هستش و شما فکر کنید که میتونن این کار رو بکنن؟ عرضم به حضورتون یکی از واقعیت ها این هستش که مثلا من در خیابون یانگ دارم را میرم، مکررن اتفاق افتاده که عزیزانی که من اصلا آشنایی هم حتی باشون ندارن میان به من و میگن آقای احساسی، به نظر ما رول جمهوری اسلامی در کانادا خیلی پررنگ شده. این چیزی که مکررن من وقتی در عموم هستم دوستان و عزیزان هی میان به من میگن. به همین منظور من فکر کنم وظیفه من هستش که اگر این واقعا این امپرسیون در میان ایرانی کانادایی ها هست و مکررن هم
این مسئله رو گوشزد میزنن که این مسئله رو یه مقدار بازتر بکنیم، از این فرصتی که این کمیسیون به خصوص داره استفاده بکنیم که اگر تردیدی در میان ایرانیان یا کسان دیگه هستش که جمهوری اسلامی داره مداخله میکنه در این نوع روندها و در این نوع انستیتوها، چرا که از این فرصت استفاده نکنیم، این اختیار رو کمیسار داشته باشه که به منابع اطلاعاتی کانادا دسترسی داشته باشه و برای خودش بتونه تصمیم بگیره که آیا شواهدی هست یا نیست که جمهوری اسلامی داره در امور سیاسی کانادا مداخله میکنه. روند کار این کمیسیون برای بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا به چه ترتیب است و اصولاً در این کمیسیون چه کسانی عضویت دارند و به چه ترتیب دارن بررسی میکنن؟ روند همونجور که خدمتون توضیح دادم این هستش که یک پروسه فراحزبی هست، تمامی احزاب قبول کردن که همچین اتفاقی بیفته، قبول کردن که خانم قاضی که مسئولیت اینو پذیرفتن ایشون کسی باشن که مسئولن. این قاضی کسان مختلفی رو داره که زیر دست ایشون کمکشون میکنن، از وکلا گرفته تا آنالیستای مختلف، و وقتی در صورتی که ایشون تصمیم بگیرن که یک کشوری به این فهرست اضافه بشه، اولین کاری که میکنن، و این رو اگه شما دقت کرده باشین، وقتی که ایشون تصمیم گرفتن هند رو به این پروسه اضافه کنن به Terms of Reference، اولین نامه‌ای که نوشتن خطاب به ارگان‌های اطلاعاتی کانادا بود که هر سندی که شما دارین در مورد انتخابات پیشین که شاید نماینگر این باشه که آیا کشور هند مداخله کرده یا نه، اینا رو همگی این گزارش ها رو باید در دسترس من بذارین که من بتونم اینا رو ریویو بکنم و به نتیجه برسم. در صورتی که این خانم قاضی و تماماً قدرت دستی ایشون هستش، یعنی سیاست مداران نمیتونن به ایشون بگن آیا ایران رو اضافه بکن یا نکن، خودشون هستن که نهایتاً تصمیم میگیرن، ولی در صورتی که تصمیم میگیرن ایران رو هم زیر ذره بین بذارن، اون وقت نامه‌ای میفرستن به سازمان‌های اطلاعاتی کانادا که در سال‌های پیشین به خصوص در سال 2019 و 2021 هر سندی دارین در این مورد به خصوص در مورد مداخلات دولت جمهوری اسلامی و یا کسانی که با دولت جمهوری اسلامی کار میکنن در دسترس من بذارین که بتونن بررسی لازمه رو بکنن. ما میدونیم که سال گذشته مشاور امنیت ملی سابق آقای جاستین ترودو هشدار داد که دولت روسیه و همچنین ایران تلاش میکنند و کردند که در امور داخلی کانادا به شکلهای مختلف دخالت بکنند. شما در این نامه خودتون هم به این هشدار مشاور امنیت ملی سابق آقای ترودو اشاره کردید. چه اطلاعات بیشتری هست راجبه که روش‌های دخالت روسیه و ایران که مورد تأکید ایشون بوده به چه ترتیب بوده؟ همجور که میدونین کمیته‌های به خصوصی هستن، National Security Review Committee که همه کارهایی که انجام میدن با وجود اینکه اعضاش نمایندگان مجلس از احزاب مختلف هستن، همه کارهایی که میکنن اصولا محرمانه هستش، ولی هر از گاهی گزارشی برای عموم چاپ میکنن. اون یک کمیته است، ولی به گمان من این کمیسیون در مورد دخالت امور خارجی در روند دموکراتیک کانادا یه اوکازیون جدیدی هستش. خیلی ممکنه که ما همچین اوکازیونی رو دیگه برای سالها نداشته باشیم، به همین منظور چون این تشکیل شده این کمیسیون به خصوص و چون همجور که شما به درستی فرمودین شخصیت‌های مختلف که دسترسی دارن به
اینتلیجنس دولت، وقتی اونا میان میگن که دولت ایران خطرناک هستش و به احتمال قوی مداخله میکنه در امور دموکراتیک کانادا، به نظر من وظیفه همگی ما هست که اون اخطارها رو جدی بگیریم و نهایت استفاده رو از تشکیل این کمیسیون به خصوص بهره‌مند بشیم ازش. وقتی که برای ما شهروندان به گفته شما این وظیفه وجود داره، آیا این سوالی که برای شهروند عادی پیش میاد، آیا این نیستش که دولت کانادا، آقای جاستین ترودو، با توجه به اینکه مشاور امنیت ملی سابقش هشدار داده دولت بیش از بقیه آگاه هست نسبت به این دخالت ها و آیا نباید اقدامی میکرده برای جلوگیری از این دخالت ها؟ بدون شک کشور کانادا در مورد هر کشوری که نظرشون این باشه که شاید داره مداخله میکنه، یک سری کارهای مختلف انجام میدن، ولی متاسفانه اون کارها و اون اینیشیتیو هایی رو که انجام میدن اصولا نه بنده راجبش میشنوم نه شما میشنوید، همه محرمانه میمونه. در این مورد به خصوص، در این مورد ویژه‌ای که سوژه صحبت ما هست، که این کمیسیون دخالت کشورهای خارجی در امور دموکراتیک کانادا است، تماما خود کسی که کمیسار هستش دیسکرشن داره که خودش تصمیم بگیره چه کشورهایی رو زیر نظر خواهد داشت. هیچ نخست وزیری، هیچ رهبر، هیچ حزب دیگه‌ای نمیتونه به ایشون دیکته بکنه که چه کشورهایی رو در نظر بگیرن یا نگیرن. In other words، از لحاظ حقوقی میگن ایشون she has full discretion to decide for herself as to what countries she will be focusing on. ما در طول 10 سال گذشته و حتی بیشتر شاهد بودیم که در جامعه ایرانی کانادایی به خصوص اینجا بزرگ شهر تورنتو و حتی جاهای دیگه نهادهایی تشکیل شده قانونی بر اساس قوانین کانادا که اینها بیشتر تلاششون این بوده که برخی از افراد فعال جامعه ایرانی رو متهم بکنن به جنگ طلبی، به طرفداری از تحریم و به نوعی بخوان یک فضای سکوت رو بر این افراد بخوان تحمیل بکنن و مانع از این بشن. در یه جامعه دموکراتیکی که به فرض فلان فعال اجتماعی یا فلان روزنامه نگار یا فلان کسی که فعال سیاسی هست محدود بکنه فعالیت‌هاشو و صحبت‌هاشو، آیا میشه دخالت در امور داخلی کانادا رو از این طریق هم، این روش ها رو هم شاملش دونست که از این روش ها هم میتونن استفاده بکنن یا نه؟ همونجوری که شما به درستی توضیح دادین، واقعیت امر این هستش که همه واقف هم به این که جمهوری اسلامی از سایبر اتک خیلی استفاده میکنه، یعنی دوست داره در فضای مجازی خیلی مداخله بکنه و سایبر آرمی داره، کما اینکه روسیه داره، کشورهای دیگه هم دارن. شک و شبهه نیستش که جمهوری اسلامی در این محفل به خصوص خیلی خیلی اکتیف هستش به قول معروف. همونجوری که باز مجددا شما به درستی فرمودین و من شکی درش نیست که وقتی فضای عمومی کمیونیتی ایرانی کانادایی رو نگاه میکنم واقعا مسموم شده، یعنی هر کسی هر حرفی میزنه خیلی رواج پیدا کرده که بیان اشخاص کاراکتر اساسینیت بکنن، بگن این هوادار این گروه یا اون گروه و واقعا فضا رو مسموم کردیم. آیا کسانی که این کارها رو در جامعه ایرانی کانادایی میکنن آیا با دولت جمهوری اسلامی روابط تنگاتایی دارن یا نه رو من نمیتونم، برای اینکه من دسترسی به منابع اطلاعاتی ندارم. فکر میکنم هیچ کدوم ما دسترسی داریم، ولی بعضی اوقات واقعا آدم شک میکنه که چقدر سیستماتیک دارن سعی میکنن که هر کسی هر حرفی رو میزنه بیان خرابش بکنن و شک و تردید در دل
ایرانی کانادایی ها پیش بیارن که این آدم ها آیا آدم های منصف و خوبی هستن یا نه. شما نزدیک به 10 ساله که عضو پارلمان هستید، با نهادهای دولتی به خوبی آشنا هستید، دسترسی به اطلاعاتی دارید که شهروندان عادی طبعا ندارن، از درون حزب آگاه هستید. خود شما شخصا فکر میکنید چقدر امیدوارید به این که این کمیسیونی که تشکیل شده بتونه به نتیجه برسه و بتونه تأثیر گذار باشه برای جلوگیری از این دخالت‌های خارجی، برای اینکه دغدغه بسیاری از مهاجران و شهروندانی که به هر حال ما در مورد ایران صحبت میکنیم، از ایران مهاجرت کردن یا پناهنده شدن، اومدن به یک کشور دموکراتیک برای اینکه آزاد باشن، برای اینکه بتونن فعالیت بکنن، زندگی بکنن، اما اینجا نگران این باشن که دولت جمهوری اسلامی باز داره در امور کانادا دخالت. شما چقدر امیدوارید به نتیجه این کمیسیون، تحقیقات این کمیسیون؟ کماکان امیدوار هستم. امیدوارم که این کمیسار از این فرصتی که داره نهایت استفاده رو بکنه، و اینکه اگر خدایی نکرده قبول نکنه که ایران رو هم جزو این فهرست بذاره، این علامت سوال برای خیلی از عزیزان خواهد بود که آیا جمهوری اسلامی مداخله میکنه یا نه. و این علامت سوال به نظر من علامت سوالی است که چه بهتر که هر چیز زودتر رفع بشه، بهش رسیدگی بشه و بتونه یه کسی واقعا منصفانه بعد از اینکه تمامی این گزارش‌های اطلاعاتی رو در نظر بگیره به یه نتیجه برسه، به نظر من برای همه یه کمیونیتی خوبه. یادمون نره که یه مقدار زیادی از عزیزان ایرانی که اول آمدن به کانادا در روزها و ماهای بعد از انقلاب یه مقداری رفیوجی زیاد بودن. اونا شکی نداشته باشین که نگران هستن، مضطرب هستن و میخوان مطمئن باشن که جمهوری اسلامی نمیتونه دخالت کنه در امور سیاسی این کشور. بعد از اون همجور که میدونین مکررن آدم شگفت زده میشه واقعا که بعضی از این مقامات جمهوری اسلامی یه دفعه سر و کلشون اینجا پیدا میشه. برای همین در اون حدی که بنده میدونم، در اون حدی که من با عزیزان در کمیونیتی ایرانی صحبت میکنم، میدونم مسئله ایست که واقعا برای خیلی ها نگران کننده هستش. از زمانی که شما این نامه رو فرستادید برای قاضی مری جوزه هوک که مسئول این کمیسیون هست، آیا فیدبکی داشتید؟ آیا واکنشی از طرف اونها داشتید؟ و آیا اصولا جامعه ایرانی کانادایی که گروه بسیار مهم میشون، بخش بزرگی از اونها موافق این اقدام شما هستند برای اینکه کانادا جلوگیری بکنه، چه کار میتونن بکنن که بخواد این کمیسیون واقعا و به طور جدی جمهوری اسلامی رو هم در لیست همون کشورهایی بذاره که داره در موردشون تحقیق میکنه؟ اگه هر کسی بره به وبسایت کمیسیون خانم هوگ، اگه دقت کرده باشن ایمیلی هستش که هر شهروند کانادایی اگر اطلاعاتی در دسترس خودش داره که واقعا موثقه و نشون میده که کسی که این اطلاعات رو فرسته واقعا میتونه نشون بده که یه ارتباط مستقیمی هست بین دولت‌های خارجی و مداخله در امور دموکراتیک کانادا، هر شهروندی میتونه از اون پروسه استفاده بکنه و این اطلاعات رو در اختیار خانم هوگ بذاره. این فرصتی است که باید همه استفاده کنن، ولی در نظر بگیرن شایعه یا اینکه میدونی نگرانی این که همسایه من آیا با دولت جمهوری اسلامی کار میکنه یا نه، اون نوع اطلاعات نمیتونه این کمیسار بکنه. ولی اگر واقعا نشون بدیم که عوامل جمهوری اسلامی سعی کردن دخالت در یکی از این انستیتوهای کانادا و یا در انتخابات کانادا دستی داشتن، حق دارن که این مدارک رو در دسترس خانم هوگ بزنن. ولی من واقعا امیدوارم که خانم هوگ این تصمیم رو بگیره، ایران رو اضافه بکنه، به اینکه همچون که خدمتون گفتم هیچ کدوم ما
دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان‌های امنیتی کانادا نداریم. در صورتی که ایشون تشخیص بدن ایران جزوی از این پروسه خواهد بود، مجبور خواهند بود که تمام این گزارش‌ها رو حداقل از سال 2019 و 2021 نگاه کنن، بررسی کنن و به یه نتیجه برسن، که واقعا یه اوکازیونی است که واقعا هیچ کدوم ما نداریم و اینکه دسترسی به این منابع نداریم. شما در صحبتتون اشاره کردید به حضور تعجب برانگیز برخی از مقامات جمهوری اسلامی در کانادا. مثال خیلی بارزش حضور سردار مرتضی طلایی بود یک سال و نیم پیش در یک ورزشگاهی در شمال تورنتو، که با آسایش خیال با لباس ورزشی اومده بود و داشت ورزش میکرد و لبخند میزد و به نوعی به هر حال یک حالت نگرانی عجیبی در برخی از ایرانی ها، در بسیاری از ایرانی ها به وجود آورد. ایرانی هایی که حتی در زمانی که ایشون رئیس پلیس تهران بود در وقایع سال 88 آسیب دیده بودند و ترسیده بودند و به همین دلیل ایران رو ترک کرده بودند. خب آیا چنین مردمی که وقتی که نگاه میکنن حضور این مقام امنیتی و ناقض حقوق بشر در ایران رو در آسایش کامل در شهر تورنتو، از اون طرف میبینن که بسیاری از عزیزانشون برای گرفتن یک ویزای توریستی موفق نمیشن که بیان برای دیدار اینها، آیا حق ندارن که سوال بکنن از دولت کانادا که این تناقض رو چجوری باید توضیح بدی؟ چرا چنین وضعی پیش اومده؟ به نظر من این مسئله ای هستش که باید همگی ما نهایت توجه رو بکنیم. هر موقعی که من دیدم همچین اتفاقاتی افتاده، اولین کاری که میکنم ایمیل میکنم کسانی که مسئول امنیت کانادا هستن، برای اینکه مهمه که واقعا در این نوع موارد نهایت سعی خودمونو بکنیم و نگرانی ها و استراب کمیونیتی خودمونو در مورد ورود همچین شخصیت هایی در کانادا به گوش کانادایی ها برسونیم. ولی گمان من این هستش که واقعا این مسئله از موقعی شروع شد که همه ی ما تو روزنامه ها خوندیم که رئیس بانک مرکزی ایران آقای خاوری آمده به کانادا. در اون موقع فکر کنم اگه اشتباه نکنم 2012 بود یا 2013، من به نوبه یکی از اعضای این کمیونیتی خیلی در اون پروسه فعال بودم، یعنی یه پتیشنی رو آنلاین گذاشتم، عزیزان خیلی خیلی زیادی استقبال کردن از این، امضا کردن که بله ما میخوایم دولت کانادا بررسی‌های لازمه رو بکنه، که من بعد از مدتی تصمیم گرفتم برم به اتاوا. آقای جیسون کنی که در اون مقطع زمانی وزیر مهاجرت بودن باشون یکایک صحبت کردم، گفتم چقدر کمیونیتی ایرانی از این مسئله ناراحته، ولی هیچ وقت جوابی از این نگرفتم. از اون موقع تا حالا من همیشه وظیفه و مسئولیت خودم دونستم که اگر مقامی از جمهوری اسلامی داره میاد اینجا و من ازش مطلع بشم و یا در روزنامه بخونیم، بدون کوچکترین تأخیر این رو به گوش مسئولین برسونم. ولی گمان من این هستش که این زیربنا یه مقدار ضعیف هستش و این ضعف از خیلی سال پیشه. به عنوان مثال ما نمیدونیم که این مقاماتی که میان اینجا با در نظر گرفتن روابطی که با جمهوری اسلامی دارن، آیا از اون پاسپورتی استفاده میکنن که اسم حقوقیشون رو داره یا اینکه نه با پاسپورت‌های جعلی با اسم‌های دیگه میان اینجا. من واقعا این نوع جزئیات رو هیچ وقت بهش دسترسی نداشتم، ولی گمان من اینه که پروسه های سیکیوریتی کانادا باید به مراتب بیشتر سعی کنن که اطلاعات درستی رو گرد همایی کنن و ممانعت کنن از اینکه هیچ مقام جمهوری اسلامی بتونه پاشو به کانادا بذاره. همونجوری که میدونین دولت لیبرال اینو گفته که تمامی سران و مقامات جمهوری اسلامی قدغن هستن از ورود به اینجا،
ولی این پروسای اداری به نظر من یه مقداری ضعیف هستن و به مراتب بهتر و هوشمندانه تر باید کار بکنن. شما به ورود آقای خاوری اشاره کردید. من توضیح بدم که اون زمان دولت محافظه‌کار بر سر کار بود، دولت رو در دست داشت و شما نماینده پارلمان نبودید اون موقع. بنابراین این روند از اون زمان شروع شده و تا الان ادامه داره، اما به آشکارا میشه دید که این تشدید پیدا کرده در طول حداقل 10 سال گذشته ای که لیبرال ها هستند. ببینین این زیربنا اصلا خرابه. مثلا همونجوری که میدونین به تازگی چند روز پیش کاشف به عمل آمد که پسر آقای قالیباف میخواد بیاد اینجا و دفتر آقای پیر پالیف بوده که سعی کرده کمک بکنه که این پرونده پسر قالیباف که سخنگوی پارلمان ایران هم هست تصریح بشه. خب این نماینگر چیه؟ اینه که خیلی اوقات کانادایی‌ها نمیدونن کی به کی هستش به احتمال قوی و اون زیربنای امنیتی اونجوری که باید و شاید کار لازمش رو انجام نمیده. از دید من این اصلا یک چیز سیاسی نیست، اینه که کارمندهای اداره مهاجرت، کارمندهای اداری ارزم به حضورتون سازمانهای امنیتی کانادا به مراتب باید بهتر کار کنند. به همونجوری که میدونیم وزیر اقتصاد و دپیتی پرایم مینیستر کانادا خانم فریلند الان 2 ساله که یه بودجه خیلی خیلی کلونی رو در این مورد گذاشته که بتونن سازمان‌های امنیتی کانادا در مورد پولشویی و یا کارهای دیگه به مراتب بهتر عمل کنن. یعنی یه تیمیه که از وزارتخونه‌های مختلف، این پولی که در اختیار گذاشته اینه که وزارتخونه‌های مختلف این ریزورس های لازمه رو داشته باشن که کار خیلی خیلی بهتری رو بتونن انجام بدن. من شکی ندارم که اون کمک بزرگی خواهد بود که خدایی نکرده در مورد شهروندان از هر جای دنیا که واقعا خطری محسوب میشن برای کانادا باش. دفتر آقای پیر پالیف در مورد پرونده آقای احسان قالیباف توضیح داده که توصیه و حمایت نکرده بلکه برای پیگیری کرده. من میخوام بپرسم شما به عنوان یک نماینده پارلمان اگر کسی فردا بیاد اینجا بگه که من میخوام پیگیری بکنم پرونده یک شخص دیگری که تقاضای ویزا کرده، شما چقدر در اختیارتون هست؟ آیا مدارکی میخواید که این شخص کیه؟ اون کسی که میاد تقاضای پیگیری یا سفارش میکنه اون که هست یا نه؟ شما یک روند مشخصی رو دارید مثل دفتر آقای پیر پالیف، مثل دیگر نمایندگان پارلمان که اون رو ادامه بیدید، به چه شکل میشه؟ واقعیت همینه که ایش کدوم ما دسترسی به دیتابیسی نداریم و این کار سختیه، اما هر نماینده مجلسی کافیه که فقط اون اسم رو گوگل بکنه و میتونه ببینه که پیشینه این شخصیت‌ها یا این فامیل‌ها چی هستش. به نظر من اگه قالیباف رو میزدن اون تو خیلی مشخص میشد در از 1 ثانیه. و اینکه یادمونم نره گفته میشه که در مورد دفتر آقای پالیف یکی از قمخیش‌های خانواده قالیباف میره به دفتر آقای پالیف. پس الان باید سوالی که پیش میاد اینه که این قمخیشه ایشون کی بوده و همه این مسائل به نظر من باید بررسی بشه. ولی کار سختیه، ولی خب بالاخره چون من آشنایی خیلی بیشتری دارم با مسائل ایران سعی میکنم که به مراتب بیشتر وسواس داشته باشم که خدایی نکرده کمکی نکنم به هیچ کدوم از مقامات. طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار در کانادا، آیا اطلاعات راجع به این که چه کسی رفته سفارش آقای قالیباف رو کرده قابل دسترسی هست دیگه؟ نه، فکر میکنم جناب تاجولت توی اون دیگه مسئولیت مطبوعات کانادا هست که بخوان واقعا وارد ریز این نوع مسائل بشن.
و بپرسن بگن اوکی چه کسی بوده که آمده جلو و از طرف خانواده قالیباف خواسته که شما یه همچین کاری رو انجام بدید. به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که با توجه به فضای کلی که الان وجود داره، نگرانی هایی که وجود داره، آیا فکر میکنید که دقت و توجه در مورد حفظ نهادهای دموکراتیک کانادا وظیفه یک دولت مستقر هست، وظیفه همه شهروندان هست، وظیفه احزاب مختلف هست، و آیا این همکاری رو شما در پارلمان جدا از این کمیسیونی که الان مشغول هست در بین همکاراتون در پارلمان این نگرانی و دغدغه رو شما می‌بینید که همه نگران باشن برای آینده دموکراتیک کانادا که به وضعیتی دچار نشه که دیگه نشه جلوش گرفت؟ بعضی از نمایندگان مجلس مشخصاً آدم میبینه که در مورد این مسئله به مراتب نگرانن، ولی نه، نمایندگان دیگه هستش که به هر علتی این یکی از اولویتاشون نیست. ولی من مکررن به همکاران خودم همیشه میگم کسانی که در کشورهای اتوریتر زندگی نکردن نمیدونن که اون کشورهای اتوریتر هر کدومشون چقدر سعی میکنن که از فرصتها استفاده کنن و مداخله بکنن در امور کشورهای غربی. ما در استرالیا شاهد این بودیم، ما در کشورهای مختلف قشنگ مشخص شده که کشورهای اتوریتر چقدر سعی میکنن که از تمامی فرصتهای اوپن سوسایتی استفاده بکنن برای اینکه اهداف خودشون رو بتونن پیش ببرن. و به گمان من این مسئله واقعا خطرناکی هستش. هر سیاستمداری، هر شهروندی باید در حد و توان خودش سعی کنه که مواظب باشه، وسواس داشته باشه که خدایی نکرده اجازه ندن که این کشورهای دیکتاتور بتونن سوء استفاده بکنن از این کشور. آقای اساسی، خیلی ممنونم از این فرصتی که دادید. امیدوارم به بحث این که خبر جدیدی در مورد فعالیت‌های کمیسیون بررسی اگر داشتید یا مورد دیگری که لازم بود که شهروندان ایرانی کانادایی بخوان ازش اطلاع داشته باشن، باز هم فرصتی بدید که با هم دیگه گفتگو داشته باشن. ممنون از بزرگوارتون. شاید اینجا به جا باشه که بگم به نظر من اگر نهادهای ایرانی مختلف داریم، حالا از انجمن وکلا گرفته تا انجمنهای ایرانی در استانهای مختلف کانادا، در صورتی که این مسئله هستش که واسهشون اولویت داره، مهمه، ازشون خواهش میکنم نامه ای تهیه کنن بفرستن به سرکار خانم هوگ که ما خواهان این هستیم با در نظر گرفتن روابطی که با کمیونیتی ایرانی در این کشور داریم، که خواهان این هستیم که به این مسئله رسیدگی کنن و ایران رو جزوی از اون فهرست بذارن. خیلی ممنون. ممنون از شما. مرسی.